Bye. سلام خیلی خوش آمدید به با لنگویجز با من دارا. بچه خیلی خوشحالم چون که امروز میخوایم با هم یه کتاب استانبول به ایکی رو شروع کنیم درس اولش در مورد افعال انعکاسی هستش میخوایم افعالی رو بخونیم مثل این که یه خانوم داره خودش رو برای رفتن به عروسی آماده میکنه چرا میگم خیلی مهمه به خاطر اینکه احتمال داره شما این فعل رو با فعل ادیلگن اشتباه کنید و توی امتحان بابت صورتش پوان از دست بدید یا توی صحبت کردنتون منظورتون رو اشتباه برسونید به خاطر همین خواهش همینه که تا آخر این ویدیو منو همراهی بکنید قبل از اینکه بریم سراغ درس مثل همیشه بفرمایید ما رو سابسکرایب کنید لایک کامنت یادتون نره ما رو به اونایی که دوستشون دارید حتما و حتما معرفی بکنید تا جمعمون بزرگتر بشه هدی حاضر لانالون برابر بچه ها خوش آمدید میخوایم ما هم افعال انکاسی بخونیم یا دنشل فیل رو با هم یاد بگیریم یعنی چی؟ یعنی وقتی فعلی انجام میشه فائل رو تحت تاثیر خودش قرار بگیره و اون فائل و فعل روی یک نفر اثر بذارن منظورم چیه؟ اول چند تا مثال بزنیم تا بهتون یاد بدم ببینید توی جمله اول میگیم کادم چجو اکولا گیت ایچین حاضر یعنی این خانم یه خانومی حالا مادر هر بچه یا یه خانم بچه رو برای رفتن به مدرسه آماده میکنه اینجا کسی که آماده میکنه خانومه است کی رو آماده میکنه بچه رو داره آماده میکنه یعنی اینکه فعل رو مادر روی یکی دیگه داره انجام میده اما کادن ایشه گیتمه کیچین حاضرلانیور اما یک خانوم خودش رو برای رفتن به سر کار آماده میکنه یعنی فعل یک فائل رو و تحت تاثیر قرار دادن یک شخص رو انجام میده اینجا خانومه آماده میشه واسه همین از حاضرلانما یعنی آماده شدن استفاده میکنم حاضرلانیور آماده میکنه حاضر لاماک آماده میشه یا مثلا مسوت آرابایی کیور مسعود ماشین رو میشوره مسعود داره یه کاری رو یه فعلی رو انجام میده که نتیجه اون فعل روی ماشین مشخصه اما مسعود یکانیار یعنی مسعود خودش رو میشوره دوش میگیره فائل و فعل یک جا تحت تاثیر قرار میگیرن واسه همین فعلش هست یکانماک شستن الان اینو چطوری بسازم بن فعلم رو معمولاً به اضافه ان بکنم دونشل فعل میسازم دونشل فیلم اگر فعل با حرف صدادار تمام بشود ان میگیرد اغلب داره نه رو به خودش میبینه یه جاهایی هم ل میگیره که یادتون میدم یا جاهایی هم به خودش ل رو میگیره و میبینه حالا فعل من اگر با صدا تموم نشه من مجبور هستم بهش صدا بدم که اون هم آوایی رو حفظ کنم و اون صداها ان این اون اون, اون ایل اول ایل اون ال هستش پس این داره به من زمان ببخشید افعال انعکاسی میده تا اینجا اوکییم پس یه بار تخته رو جمع کنم داریم افعال انعکاسی میخونیم شخص فائل اونی که تحت تاثیر از فعل قرار میگیره خود اون شخص هستش یک نفر هستش اینم اوکی حالا بریم فرقش رو یاد بگیریم توی مثالها جا باید سعی کنیم این درس رو با استفاده از جمله سازی و حفظ کردن فعل ها یاد بگیریم من براتون چند تا فعل اینجا آوردم که ببینید مثلا فعل گیمک یعنی پوشیدن اگر بخواد دنوشلو بشه تبدیل به گیمک میشه گیمک بن هر ایشه گیتمک چین گیمیورم من هر روز برای رفتن به سر کار لباس میپوشم لباس رو که میپوشه من میپوشم فائل منم اون فعل داره رو من انجام میشه اومک اومک یعنی یکی رو نوازش کردن بهش لطف داشتن ستایش کردن کسی اومک من ستایش میکنم مثلا من رفتم یه کار خوبی انجام دادم دارم به خودم س... خودم خیلی ستایش میکنم مثلا میگم دم هم گرم چه کار خوبی کردم بن بو ایشل یا کندیم ل... اونیوروم به خودم افتخار میکنم خودمو ستایش میکنم سویمک که دوست داشتنه سویمک خیلی خوشحال شدنه بن چک ونملی بیر سناو دانگشتیم و چک سویندیم از یه امتحان خیلی مهم قبول شدم رد شدم و خیلی خوشحال شدم کی امتحان داد من کی خوشحال شد من سوسلمک یعنی تزیین کردن یه چیزی رو خوشگل کردن ما خانوم ها وقتی مثلا به خودمون میرسیم سوسلنیوروز و روز آرایش میکنیم یا مثلا کریسمست اینسانلار آج سوسلیورلار آج سوسلنیار نمیشه میبینید درخت که نمیتونه خودش رو تزیین بکنه این فرقشه که میخوام یه در جلتر بهتون یاد بدم Temizlemek, temiz Kardan, temizlenmek, temiz Şodan, Ben bardakları yıkadım. Aa bardaklar temizlendi. Tamam bardaklar temizlendi. Temiz Şodan. Ya mesela kırılmak. Gidiyordum düştüm kolum kırıldı. Dersem şeker. کی شکسته من دست مال کیه مال منه ازلمک ناراحت شدم یکی یه چیزی به من گفته و من خیلی ناراحت شدم بهش میگم چوک زلدم خیلی ناراحت شدم اون فعل اون کار رو من تاثیر گذاشته یورو ماک خسته شدن بیشتر کتاب و کدوم بیشتر درس و کدوم آرتیک یورو دیگه خسته شدم پس این هم نوع استفاده از این فعل ها میتونید حفظش کنید فعل هایی که به دردتون هم حتما توی صحبت کردن میخوره بریم ببینید تخته بعدی چی منتظر ماست خوشگلدینیز دوران پیف نکتالار تازه سنا بعد از مدت ها خیلی خوش آمدید به این تخته فوت کوزگری من میخوام بهتون دوتا چیز یاد بدم اول اینکه اگر از این فعل توی مسائل طبیعی و طبیعت استفاده کنیم منظورمون, که منظورمون اینه که اون فعل و اون کار خود به خود انجام شده مثلا سجاک هوا سببیل گلن سویو چکیلدی یعنی به دلیل هوای گرم آب دریاچه کشیده شده کم شده میبینید هیچ انسانی داخل نیست خود به خود اینطوری شده یا <م Greek> هوا کپاند گالی با کار هوا کیپ شده هوا گرفته انگار که میخواد برف بیاد اینجا هم همینطور هیچ چیزی داخل نبوده هوا خود به خود گرفته شده این یه موضوع موضوع دوم این که توی جملاتی که از فعل دانشلفی ایل داریم استفاده میکنیم ما نمیتونیم زمیر کندی رو استفاده بکنیم باید ازش بگیریم این رو باکن کپیم دور مدان کندین کاشیور یعنی اینکه سگم بدون اینکه به استنان داره خودش رو میخارونه میگم کپک کاشنیور کپیم کاشنیور سگم داره خودشو میخاره یا سناودان گچینجه چینجه کندین اودو وقتی که از امتحان با نمره خوبی قبول شد از امتحان گذر کرد به خودش افتخار کرد حالا کندی رو بعد ازش بگیرم بشه سناودان گچینجه چینجه اووندو وقتی از امتحان قبول شد به خودش افتخار کرد خیلی گزینه های مهمیه مخصوصا توی امتحانات بیاید بریم مهمترین جای این ویدیو رو الان میخوام براتون رو کنم بریم برسیم به مهمترین قسمت درسمون که تفاوت بین فعلهای ادیلگن و دونشلو هست بچه گفتم این خیلی مهمه هم توی امتحان از اینها بهتون سوال خواهند داد چه پرسش شفاهی باشه چه کتبی باشه همین که اصلا توی صحبت کردنتون اگر اشتباه استفاده کنید معنای کلامتون عوض میشه بیایید اول یه نگاه بکنیم فیل یعنی فعل و ازنه یعنی فائل ادیلگن فعل های مجهول ما بود و دونشل فعل های الان که انعکاسی داریم میخونیم جفتشون هم فعل هاشون ل و ن میگیره این شباهتشونه جفتشون فعل ها ل و ن میگیره تفاوت کجا ایجاد میشه اونجایی که ما میخوایم فاعل رو بیاریم توی ادیلین ها فائل ما سزده مجازی مثلا توی جمله دیده نمیشه اما توی دانشلی ها فائل های ما گرچکن یعنی حقیقی قابل پیدا کردن توی جمله است بریم چند تا مثال بخونیم با هم دیگه تا ببینید یعنی چی دمیش که کاردشیم سزلرینه آلنده Yani ben benim kardeşime birisi bir şeyler söylemiş ve benim kardeşim çok üzülmüş. Onun sözlerine alınmış. Burada özne kardeşimdir. Kardeşim ince fail mene ve biraz şeyte intifay obtade, narahat oldu, tahtı tasiri qararı obtade. Az çe şeyi, az hərfləy yek nəfer dige ki səer kirdi işunu narahat bəkənə. Pas فعل من دنشلوه اون اتفاق ایشون رو تحت تاثیر قرار داده کی تحت تاثیر قرار گرفت خواهر یا برادرم چه اتفاقی افتاد ناراحت شد جفتش برای یک نفر داره انجام میگیره و اینجا ازنه من گرچک هستش من اینجا میتونم انتخاب کنم و بگم ایشون براش این اتفاق افتاده اما بکن اکولوموزا بیلگی سایار آلندی برای مدرسه ما کامپیوتر خریداری شد. اولا از طرف کی معلوم نیست. پس ذات هم میره توی ادیلین ها. حالا بیاید بگیم باشه ازنه ما بیلی مجازی مثلنیه نیه. خب اوکی ولی کی خریده؟ یکی دیگه خریده. برای مدرسه یه نفری رفته کامپیوتر خریده. نه چیزی تحت تاثیر از اون فعل قرار گرفته نه کسی. پس اینجا س... ازنه ما سزده هستش و فیلمون ادیلگنه مجهوله چجوک کار آنسینه انسینه این دیگه اصلا از هر مدل شمسه بچه ترسیده مامانشو بغل کرده کی ترسید بچه کی بغل کرد بچه کیو بغل کرد مامانشو پس فاعل من ازنه من چجوک هستش آنسینه سارلده فیلم دنیشلی هستش و ازنه من گرچه که بچه اینجا وجود داره بینانون اطراف پولیسلر طرفوندان سرلده یعنی ساختمون yani دوروبر ساختمون از طرف پلیسها ها محاصره شد مثلا دیلیم که بینانون اطرافی ازنه اولسون اما بو سزده بیر ازنه چونکه که فیلم ادیلگن بینا سارلیار کیمین طرفوندان سارلیار پولیس لیرین یعنی ساختمون محاصره شده ولی تحت تاثیر قرار نگرفته که بعد کی اینو محاصره کرده؟ پولیس ها یعنی اصلا فائل های آدم های دیگه یعنی ساختمون یه چیز دیگه است، از هم تحت تاثیر قرار نگرفتن به خاطر همینه که من این رو به عنوان فعل ادیلگن اینجا معرفی می دوستان عزیزم درس امروزمون به پایان رسید امیدوارم که دوست داشته باشید و از این درس استفاده بکنید بچه ها خواهش اینه که با استفاده از درس امروزمون جمله سازی بکنید همین پایین برای من کامنت کنید میام براتون میخونم و چک میکنم و امیدوارم که نیاز به اصلاح نداشته باشه بیدار که درس گروش مکیزه رکندینیزه چاکی بکن خوش اما دوست چکلن.